یک چهارم آیات قرآن، یعنی حدود 24% آیات قرآن درباره تفاوت‌های این جهان و جهان آخرت هست. قرآن می‌خواهد به ما آموزش بدهد و ما رو در این دنیای کوتاه عمر آماده بکند برای زندگی ابدیمون. این دنیای کوتاه مثل کوتاهی همون دوران وضع حمل است. اون 9 ماهی که انسان در اونجا هست ممکنه برای اون جنین زمان طولانی باشد، اما زمانی که به این دنیا می آید می داند که اون 9 ماه خیلی کوتاه بوده است. زمانی هم که ما از این دنیا برویم به عالم برزخ می فهمیم که این 60-70 سال عمر چقدر کوتاه بوده است. یکی دیگر از تفاوت‌های عمده این جهان و جهان آخرت که خدای متعال در قرآن بیان می فرماید این است که این جهان جای اختیار است، اما در جهان آخرت شما اختیار و انتخابی ندارید. همون گونه که در قسمت انگلیسی عرض کردم، خدای متعال می‌فرماید حتی اذا جاء اجلهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فيما ترك. زمانی که مرگ به سراغ انسان می‌آید، انسان یک مرتبه بیدار می‌شود، می‌بیند زندگی که کرده است بالانس نبوده، متوازن نبوده. آیا این همه رشد تکنولوژی که کردیم ما همش به نفع ما هست یا نخیر؟ این رشد یک جانبه بوده است. آیا به همون مقداری که ما در قسمت تکنولوژی رشد کرده ایم، به همون مقدار هم در بعد معنوی، در بعد اخلاقی رشد کرده ایم؟ آیا همون مقداری که در عرصه فضا استرونومی رشد کرده ایم که خیلی هم خوبه، آیا ما به همون مقدار هم در عرصه اخلاق و دین رشد کرده ایم؟ اگر رشد نکرده ایم، مثل بدنی هست که یک دستش از دست دیگر بلندتر شده است، یک پا از پای دیگر بیشتر رشد کرده است. این رشد غیر متوازن مشکلات ایجاد می کند. خواهران، برادران، باید متوجه باشیم چیزی که خدای متعال برای شما در قرآن برنامه کرده است برای رشد همه جانبه شما هست. وقتتون رو چنان برنامه ریزی بکنید که روح شما باید انسی داشته باشد با مرگ. مرگ برای شما ببخشید یک لولو خورخوره نباشد. مرگ به تعبیر حضرت علی علیه السلام اینی آنس بالموت من الطفل بثدی ولده. امیر المؤمنین می فرمایند مرگ برای من علی اینقدر دوست داشتنی هست و بیشتر دوست داشتنی هست از پستان مادر برای طفل شیرخاره. طفل شیرخواره هیچ چیز رو اینقدر دوست ندارن، وسیله رزقش هست. اما امیر المؤمنین می فرمان که من مرگ رو از اون هم بیشتر دوست دارم. چرا امیر المؤمنین مرگ رو اینقدر دوست دارن اما یکی دیگر تا اسم مرگ رو می شنود بدنش می لرزد؟ چرا از مرگ فرار می کند؟ علتش چیست؟ به جهت این هست که روی این قسمت پرواز خودش کار نکرده است. تمام وقت و توان و انرژی خودش رو برای دنیای مادی خرج کرده است. خب دلش همین سو می رود دیگر، اصلا آماده پرواز نیست. اونی که آماده پرواز است چه می گوید؟ مرگ اگر مرد است گو تا بیاید، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. خواهرم، برادرم، طلایی ترین قسمت زندگانی شما از اون لحظه نطفه تا الان و تا عالم قیامت الان است. شما قیامتت رو امشب و الان رقم میزنی، شما بهشت و جهنم خودت رو اینجا رقم میزنی، شما روش مرگ خودت رو اینجا رقم میزنی، این که با زحمت بمیری یا با آسایش بمیری الان رقم میزنی. مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست. شما الان میفهمی، خودت تصمیم میگیری. بیا خواهر، بیا برادر، متوجه باشیم. من نمیگویم که عاقل باش یا دیوانه باش، گر به جانان آشنایی از جهان بیگانه باش. گر سر معشوق خواهی مو به مو جوینده باش، ور وصال شمع خواهی سر به سر پروانه باش. خواهرم، برادرم، یک نگاهی به خودت بکن. چند سالت است؟ چقدر دیگر از عمرت باقی مانده است؟ چقدر از عمرت گذشته است؟ خودت قاضی خودت باش، خودت بشین امشب خودت رو محاکمه کن. مرگ یک یک میبرد و از هیبتش عاقلان رو رنگ و سیما میرود. خواهر و برادر بزرگوارم، خیلی بهوش باش
قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند، بس خجالت که از این حاصل ایام کشیم. گاهی اوقات این گوشها پند نمیگیرد. وقتی که پیغمبر خدا ما رو موعظه میکنن، شاید ما به خودمون نگیریم. شماها که خوبید الحمدلله. یک انبار بزرگ خرما که منبع رزق اون زمان بود، یک تاجری وصیت کرد که پیامبر خدا بعد از مرگش تقسیم کنن. تقسیم کردن بعد از مرگ انبار رو که تقسیم کردن، همه دامن دامن سبد سبد خرما گرفتن. دو تا خرما مونده بود. دو خرما رو بلند کردن، گفتن این رو کی میخواد قبول بکنه؟ کسی قبول نکرد. پیغمبر خدا فرمودن به اون خدایی که جان من محمد در ید قبضه قدرت اوست، اون زمانی که این شخص سالم بود، اون زمانی که چهار ستون بدنش به تعبیر ما درست بود، اون زمان اگر خودش این دوتا خرما رو انفاق میکرد در راه خدا، ثوابش بیشتر هست از تمام این انبار خرمایی که با دست من پیغمبر تقسیم شده است. خواهر و برادر بیا دقت کنیم، این رو پیامبر خدا به ماها گفتن. آیا من و تو تکالیف دینی خودمون رو انجام داده ایم؟ آیا اگر اسرائیل الان بیا ما رو بخواد قبض روح بکنه، ما چه جوابی داریم بگوییم؟ شب اول قبل به نکیر و منکر چه جوابی داریم بدهیم؟ آیا همه واجبات دینمون اجاب شد؟ آیا خمس و زکات خودمون رو پرداختیم؟ آیا از بینوایان دستگیری کردیم؟ آیا از نیازمندانی که اطراف ما هستن دلجویی کردیم، تفقد کردیم؟ یا فقط یک بسنده کردیم به یک درکت نمازی و یک دو صفحه قرآنی؟ خواهران و برادران، قرآن می‌فرماید یکی از تفاوت‌های این جهان و جهان آخرت این است. اینجا شما اختیار دارید، میتوانی هر جور بخواهی زندگی کنی، تکالیف دینی خودتون را انجام بدهید یا ترک بکنید، اما همین که مرگ رسید دیگه هیچ اختیاری ندارید، هیچ شانسی ندارید. اذا جاء اجلكم لا يستقدمون ساعتا ولا يستأخرون. پس الان به فکر باشیم. ششمین تفاوت این جهان و جهان آخرت، خواهران و برادران، خدای متعال در سوره مبارکه نساء آیه 64 می‌فرماید لا یکتمون الله حدیثاً. اینجا بعضی حرفا پنهان می شود، اما روز قیامت خدای متعال می فرماید که جای پنهان کردن هیچ حرفی نیست. لا یکتمون الله حدیثاً. مواظب این زبان باشید خواهران و برادران. هر صلح و صفایی است با این زبان است، هر محبتی است با این زبان است، هر عشقی هست با این زبان است. زبان در دهان خیش نگه دار. چقدر توصیه شده است نسبت به این زبان. وجود نازنین خاتم انبیا محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که بیشترین جمعیت اهل جهنم در روز قیامت به خاطر دو عضو بدنشون هست، یک زبان و دوم شرمگاه. لا یکتمون الله حدیثاً. همه حرفا اونجا در پیشگاه خدای متعال رو خواهد شد. تفاوت دیگری که بین این جهان و جهان آخرت هست، خدای متعال در قرآن می‌فرماید الیوم نختم علی افواههم، بر زبان مهر سکوت می‌خورد و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. این دست شروع می‌کند به حرف زدن، این پا شروع می‌کند به حرف زدن. کجا رفت؟ چه کرد؟ شما ممکنه با این پا قدم خیلی بردارید، شما ممکنه با این دست نیازمندی رو دستگیری بکنید. اینها همه در روز قیامت شهادت میدهند. تفاوت دیگر این جهان و جهان آخرت، خواهر و برادر، این خیلی مهمه. اجازه بدید من با این آیه شریفه بحثم رو تمام کنم. آیه 41 سوره مبارکه مرسلات. روز قیامت جای عذرخواهی نیست. اگر میخواهید عذرخواهی کنید اینجا، اگر میخواهید حلالیت به طلبی اینجا. پیامبر شما چطور به ما درس دادن؟ امتی رو که از بت‌پرستی ایشون نجات دادن، هدایت کردن، زمانی که میخوان از دنیا برون، به ابن عباس و امیر المؤمنین میفرمان زیر بغلهای من رو بگیرید، من رو ببرید مسجد. در مسجد همه اصحاب رو حاضر میکنن، مردم من، دوستان من، یاران من از این دنیا میخواهم برم. اگر خوبی دیدید به تعبیر ما، بدی دیدید حلال کنید، معذرت میخواهم. یک پیرمردی جلو آمد گفت یا رسول الله، زمانی که وارد مدینه شدید در اون اشتیاق مردم دور و برتون بودن، شما میخواستید که اون عصای خودتون رو به شتر بزنید، به من خورد یا اون تازیانه؟
حضرت فرمودند برید اون تازیانه من رو بیارید که در همین دنیا قصاصم بکند. خواهران و برادران، جایی که عقاب پر بریزد از پشه ای لاغر چه خیزد؟ زمانی که پیامبر رحمت للعالمین این گونه نسبت به حق الناس احتیاط میکنند، دیگه ماها چه بگوییم؟ این بزرگواری که شفیع بزرگ قیامت هستند، سید انبیاء هستند، میگویند بیایید من رو قصاص کنید، ما دیگه چه بگوییم؟ خواهران و برادران، بیاییم یاد بگیریم معذرت خواهی کنیم، بیاییم در زندگی خودمون عذرخواهی کردن رو زیاد بکنیم. عذرخواهی کردن روش اولیاء خدا هست. انس خدمت پیامبر خدا رسید، سوال کردن چند مرتبه در روز استغفار میکنی؟ خب یکی از صحابه با تقوا بود، شاید خیال میکرده که استغفار لازم نیست اونقدر، گفت من استغفار نمی کنم. پیامبر خدا فرمودن والله مقامی من استغفر الله 70 مره، به خدا قسم من در هر روز 70 بار استغفار می کنم. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. بیاییم در زندگی خودمون جزء برنامه هامون قرار بدهیم که هر روزه از خدا معذرت خواهی کنیم، استغفار کنیم، ذکر استغفر الله و اتوب الیه رو مثل پیغمبرمون سعی بکنیم تا 70 مرتبه در روز تکرار بکنیم. از هر کسی، اقوام، خانواده، خواهر، برادر، فامیل، همسر، فرزندان، هی معذرت خواهی بکنیم. بگذارید که کینه در دل ایجاد نشود، انباشته نشود، کار به جایی نرسد که خدایی نکرده در روز قیامت به تعبیر آیه قرآنی که دیروز تفسیر کردیم، یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه و فصیلته التی تؤوی. روز قیامت یک گروهی از مردم هستند که از همسر خودشون فرار میکنند، از پسر خودش فرار میکنند، از برادر خودش فرار میکنند. چرا؟ این فرهنگ معذرت خواهی در وجودش نبوده است. بیاییم در زندگی هامون دلجویی کنیم تا توانی دلی به دست دار. دل شکستن هنر نمی باشد.